سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام بچه های آجیلم با من شبنم سلام. و یاسی سلام این دفعه خوب شده است. فرهادم که هیچی فرزاد با ماست سلام این هم سلام. چرا میای؟ نباشم چی کار تدارکات تدارکات میشه آره تدارکات انجام میده واقعا با آب بچه ها رو میاره اون برسالا جم قضا رو جم میکنه آره گرفت می آره. قضار... مرسی که میای مرسی تو بایی خواهش میکنه اونم تشکر کرد مرسی فرزاد آره بچه ها دیگه جوکار رو نمیدم بگو بگو بینیم وادیم چیکار کنیم امروز میخواید امروز چی صحبت کنیم این قسمت قسمت یک فکر کنم شبنم خیلی منتظرش بود سبرانه منتظرشه آره این قسمت صحبت کردین شما خوب. این قسمت دیگه به مناسبت هشت مارس مارچ روز جهانی زن بعد کاری که میخوایم بکنیم اینه که یه ذره دور بشیم از کلیشه قرار نیست بریم تاریخ چه مارس رو بگیم قرار نیست مثلا از... مومنت و آینا رو بگی. آره فاصله بین چی سافرج آره قرار نیست نمیدونم از اختلاف حقوقی درآمدی بین خانم و آقایون بگیم آره همه اپیزودامون رو بشین اینجا همه رو بگو نه این قسمت میخوایم یه مدل دیگه به قضیه نگاه کنیم حالا یه صحبت کوتاهی قبلش با شبنم و یاسی و ایمان و بقیه با من این صحبتی کردیم بیشتر دوست داریم به این نگاه کنیم که خود ما چه نقشی توی این نگاهی که حالا نگاه نابرابری که ممکنه به خانم ها باشه توی جامعه داریم نقش تک تک ماها چیه و <applause> شاید هر کدوم از ماها یه سری تفکراتی توی ناخودآگاهمون باشه که لزوما تو هر لحظه بهش آگاه نیستیم ولی تمام اینا دلالت بر ذهنیت مرد سالارانه ما داره بگو چیزی که میخوای بگی دلالت قشنگ خب میخوایم الان به اونا نگاه کنیم چه زمانایی بوده که ما ناخداگاه آدم سکسیستی بودیم ناخداگاه ذهن جنسیت زده ای داشتیم فکر مرسالار سالارانه‌ای داشتیم ولی بهش آگاه نبودیم الان که مثلا زمان گذشته و به گذشته نگاه میکنیم ممکنه بگیم که او خب منم درگیری همچین پدیده هستم حالا این قضیه رو از دو میشه نگاه کرد از سمت مرداش به نظر من خیلی واضحه اینه که ما مردا کجای قضیه بوده که نگاه برابر نداشتیم به خانوما از سمت خانوما به نظران چیزیه که کمتر بهش پرداخته میشه و خیلی خوبه که بهش پرداخته بشه و اینه که خود خانومها ها چه زمانی بوده که در ناخداگاهشون انگار یه قدرت یه حقوق بیشتری رو برای مرد قائل بودن انگار در واقع پذیرفته بودن توی ناخداگاهشون نمیگم لزوما توی خداگاه توی ناخداگاهشون پذیرفته بودن که یک سری از حقوق رو کمتر داشته باشن شما میخواید شروع کنید آره وقتی میگی میخوای با مثلا تجربه شخصی خودم شروع کنم یعنی که کلا اگه تجربه شخصی داری که خیلی, خیلی خوبه کلا هر کاری خودم آره میخوام باشم اگه تجربه شخصی داشته باشی داره خیلی خوبه ببین یکی که خب فکر کنم خیلی موارد زیادی هست بتونم بهش اشاره کنم و خب اینم برمیگرده به اونجوری که ما بزرگ شدیم حالا رفتار و خاله هامون معلمامون اینا رو دیدیم و میشینه توی ذهنت دیگه و فکر میکنم یه چیزی که مثلا همه ما برامون پیش اومده وقتی که حالا اولین بار میری توی ریلیشنشیپی با یه نفر وارد رابطه. رابطه میشی مثلا خیلی عادیه به خصوص اگه تو ایران باشی که مثلا برای که یه جا بری مثلا بیای از به دوست بگی یا مثلا این لباس رو میخوای بپوشی خیلی حتی من دیدم بعضی اصلا قبل از اینکه طرفشون یه چیزی بگه،, بگه آره بپوشیانم مثلا میرن میپرسن فکر میکنن که اون باید رضایت بده <applause> و اینا به خاطر چیزی که خب تو خانواده دیدیم دیگه مثلا پدره همینطوری بوده دایی همینطوری بوده و این همینجوری و اینو تو ادامه میدی تا جایی که خود به سنی برسی که بگی اصلا چرا مگه من توی جامعه الان یک جایگاه مساوی ندارم چرا باید اینجوری باشه و خب خیلی وقتا هم احساس میکنم چیزی که الان توی ایران و خیلی جوامع سنتی دیگه هم هست خانوما خب الان اومدن بالا تحصیلات دارن خیلی وقتا پا به پای مردا دارن کار میکنن پول درمیان ولی هنوز اون دیده از طرف خود خانوما هست که به مرد یک ادونتجی میدن چون که اون تأمین کننده است و حتی خیلی ها هنوز اینجوری هم مثلا با اینکه خودشون مثلا تو دوستای خودم هستن خودشون تحصیلات داره دار درآمد هنوز انتظار مثل مثلا میره ویرون پسر پولشو بده پول غذا رو بده خب این کجا میاد وقتی این از همون دیدی میادش که ما لبخند بدی زد یوسف احساس <تصح5> <خاطر اگلده> یکی <بطخواستید تصح5> آره دو بار رفته آره و... خب ببین همین هست دیگه بعد از خودش بپرسی از اون خانومه مثلا خب چرا خب باید بده دیگه پسر باید بده خب تو مثلا داری از یه طرف میگی من برابرم خب برابری باید اینجا هم ببین به خاطر اونی که ناخداگاه اومده و من خودم به شدت مثلا حالا, حالا برمیگرم چند وقت پیش یکی از دوستان چون ما یه اپیزود داده بودیم راجع شوگر ددی بعد یه دختر شکرین آره بعد دختره اومده بود توی ایرانی نیست این دوستم تو اینستاگرام گذاشته بودش که مثلا من دارم بعد از نمیدونم روز تعطیل میرم سر کار به جای اینکه حالا مثلا یه شوگر درد داشته باشم بیاد مثلا منو ببره خرید و من اینجوری بودم که یعنی چی مثلا رزومه میگیرنیشو؟ میشناسم کسایی slate... نه نه کسایی میشناسم که بخوام خب یعنی من خودم این این نابرابریه اینجا هم هست که نمیشم همش بید. درست جامعه مرد ساله ولی الان ما هم به عنوان یه زن تو جامعه مدرن که الان دیگه این جنبش زنان و اینا حالا داره خیلی جا به یه جایی میرسه باید خیلی به این مسئله نگاه کنیم دیگه برگردیم ریوایس کنیم یه زی بگم با دی... یه نفرش هم صحبت میکردم میگفتش که خودش زن بود و صحبتی که میکرد میگفتش که این جنبش زنان و اینا بعضی جاها دیگه داره خیلی مثلا شده. آره به قول معروف داره شورش در میاد میگفتش که مثلا رفته بودن یه کنفرانسی و اسم کنفرانسه بود Women in Tech یعنی خانم هایی که در تکنولوژی هستن و میگفتش که این مثلا سه نفر اولی که اومدن صحبت کردن به عنوان مثلا آدم های خیلی موفق اولین جوکایی که گفتن شروع کردن مردان رو مسخره کردن و گفتش که فکر کن اگه برعکس بود مثلا یه برده میرفت بالا مثلا زنا رو تو تکنولوژی مسخره میکرد همونجا مثلا اینو از جابش که سهل از زندگی ساقطش میکردن دیگه ولی خب الان از اون داره یه جورایی من خیلی باش موافق سم ولی بیا تو بگو اصطلاح وایت گیلت شنیدی این وایتا دارن سیاه واسیا چقدر جوک میگیرن جوزف ها اینم همونه قولم همینه یعنی دقیقا انقدر چی میگه نابرابری بوده که حالا من اصلا با اون موافق نیستم و احساس از اونجا ناشی میشه یعنی روشون فشار بوده که حالا یه جوری میخوان اونو اکسپرس بعد میان اولین کاری که میکنن توی یه چیز کنفرانسی که فقط زنن میاد اوپن اپ میکنه میاد از با جوک مثلا اینکه مردا این که مردان همه بودن و فلان و اینا شروع میکنه به نظرم از اونجا میاد از اون فشار اولی است که روشون بوده شما چرا موافق نیستین من من مثلا خیلی وقته حالا مثلا میشه مثلا تد تاک های مختلف رو گوش میدم خب همیشه میشه بعضی وقتا گویندهش حالا خانم یا آقا خیلی وقتا هم دیدم که میان حالا با یه هیومر یه جوکی شروع میکنن بعضی وقتا به نظر من نگاه ما خیلی جنسیتی میشه ببین ممکنه اون این حرف رو بزنه خب اگه تو مثلا یه جایی باشن همه مرد باشن که من میدونم آقایون هم برای خود تو خلوت خودشون جوکای همچین خاص خودشون رو دارن و تو نمیه زیاد به این مسئله فکر کنی که مثلا چرا توی محیط مردونه مثلا دارن جوک زن زنونه میگن ولی به خاطر این تو محیط هونه... پروفشنال فرق میکنه تا خب الان میگه کنفرانس زنونه بوده دیگه نه بیون تک فقط خانوما نمیرن که سن... فقط خانوما بودن تو این. ببینین تک فقط اینجا خانم ولی بازم میگم که اگه اینم آه. ببین این چیزی اون... کنفرانس که بوده فرخ ولی به عنوان باز به نظر من میشه به عنوان یک مثلا جوک بهش نگاه کرد نه به عنوان اینی که یه الان یه زنه که میخواد مردا رو بکوبه حالا اتفاقا سوال بعدی من حالا یه سوالی که تو ذهنم بود اینه که مثلا هست موقعی که توی مثلا جمع دوستان که همه پسر هستن مثلا یکی یه جوکی هم میگه اونم به نظر شما مثلا میتونه سکسیس باشه و اونم مثلا مخربه یا اینکه وقتی که مثلا میدونید اینتنشن طرف اون چیزی که تو ذهنش بوده جوکه مشکلی نداره یعنی من حالا این کنسل کالچری که الان به وجود اومده توی حالا جوام خارجی نمیدونم چه جوری میشه فارسیش گفت چیه مفهومش بگو کنسل یعنی که نه 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 یکی مثلا یه زی آره این این مثلا یه می جوکیو میگه و مثلا سکسیست بوده جوکه و انقدر آدما میان فشار میذارن روی مثلا اون نتورکی که اینو ساپورت میکرده میان کنسل میکنن شو طرفو مثلا یه نفر چه میدونم یه میگن که چون چیت کرده رو زنش انقدر فشار میذارن رو اون ممنوع تصویرش آره من می میکنن از اون نتورکی که توش هست مم. مثلا اچ پی طرف برنامه داره دیگه مثلا برنامه‌اشو کنسل میکنن من خودم زیاد با این موافق نیستم چون که مخصوصا الان تو ها اتفاق افتاده دیگه طرف جابش اینه که شغلش اینه که بره رو صحنه جوک بگه و کسی که مثلا میره اینو میشنوه دیگه بعد بدونه که برای چی اومده ولی خب نمیدونم اونم به نظر شما د... به نظر تو حداقل مشکل داره کارون اه... آخه و کلا کامدی و اینا خیلی مباحث زریفیه یعنی همه اینا دارن تو جمع دوستان رو دارم میگم و یعنی مثلا جمع مثلا پنج تا پسر رفتن یه جا مثلا نیکی جوکی هم میگه به نظر تو آدم باید اونجا هم ذهنش مثلا به این فکر بکنه که خب این حرف منم میتونه مخرب باشه آه. یا اینکه وقتی تو جمع خودتونی مثلا همین داشتم هم میگفتم ببین خیلی روی خط باریکی تو داری راه میری وقتی داری شوخی میکنی خط باریک بین اینه, اینه که تو واقعا مثلا به اون قضیه باور داری یا صرفا نگاه حالا تنز بهش داری حالا توی اون جمعی که تو میگی اگه طرف پس ذهنش این نباشه که حالا چونم مثلا یه نابرابری وجود داره صرف گفتن جوک خودش لزوما مخرب نیست چون این همه جوک نجات پرستانه میاد بیرون خب چون طرف لزوم هم با اون قضیه باور نداره این مخرب نیست ولی اگه واقعا پس ذهن ما هم این باشه و اون رو به زبون بیاریم خب جای کار داره من. دیگه من نظرم بگم خواهش ببین به نظر من وقتی اگه تو داری راجع کامدیان حرف میزنی که اون به نظر من خیلی نمیشه بهش ایراد گرفت خب ما همونجور که الان گفتی مثلا برخلاف شد مثلا ممکن یه جوکای باشه که به مردا میخند خب؟ ولی به نظر وقتی که با هم حرف میزنید یه جوک داریم یه چیزی که مثلا یه گروه خاصی رو تحقیر میکنه مثل همین جوک هایی که بر برخلاف یه نژاد یه شهر خاصی میگن خب این تو فرهنگ جا، جا، جای خودش رو پیدا میکنه من به نظرم مثلا تو ایران خیلی ها میگن شوخی شهرستانی خب در صورت آره. که ما خیلی همون خودمون شهرستان مثلا شهرستان تهران ندیگه بقیه ایران به. خب من مثلا خودم خب بزرگ شده تهران نیستم تو تهران زندگی و خودم تهرانی نمیدونم دقیقا یادم که یه بار توی جمعی بودم که خیلی هم با آدماش مثلا راحت نبودم یکی حرف و زد من به هم برخورد قشن بهم هم برخورد گفتم خب تو که میدونی مثلا تو الان توی این جمع شش نفره دو تا تهرانی هم چهار نفر میشن شهرستانی دیگه اینم هم همونه ببین توی یه بار من داشتم هم میخونم همین قضیه زنان ام... بیس یعنی اساس اون ضد زن بودن یا حالا اینجور چیزها مثل همون نژادپرستیه پرستیه یعنی که تو یه عده ای رو کوچیک‌تر میبینی و این باعث میشه که برعلهشون جوک بسازی مثلا مسخرهشون کنی و این به نظر من مشکل داره اگه میخوایم از تو فرهنگ و برداشته بشه مثل همون جوکی که ما برای شهرهای مختلف ایران میگیم و دیگه آه. داریم الان سعی میکنیم که نگیم اونم اون هم همینه به نظر من فکر که ته ذهن مثلا حالا چونم. یه اکیپ دوست پنج تا با هم میرن یه جوری باز دوباره اونو تایید میکنی اون فکر اشتباهی که اگه باشه یا مثلا نو نه حاله هی در یعنی پروبال میگیره اون فکر اشتباه خاطرم این احساس می‌کنم که بهتره که چنین جوکای گفته نشه چون ام، 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 چی میگن من باور دارم اینو که وقتی یه جوکی هست کمیش به ریالیتی برمیگرده میگن پشت هر شوخی آخه بعضی موقع یه سری اعتراضا رو آدما با جوک میگن دیگه یعنی یه سری تو داری شاید واقعا به یه چیزی و حالا به صورت شوخی و خنده میگی ولی واقعا اینطوری که خودت هم داری به اون ذهنیت مثلا مسخره که هست میخوای بخندی یعنی مثلا یه کسی مثلا جوک نجات پرستانه میگه یا مثلا سکسیسته تو اون رو میگی که واقعا به اون ذهنیت رو مسخره بکنی تا اینکه واقعا مثلا سهه بذاری براش میدونی چی میگم سهه را کجا بردی تو از این کلمه ها رو نکنی بیا یه روز ما اینجا میشینیم حرفای منطقی میزنیم مثلا نمیذارم بد نمیم چی بخن خیلی یه چیزی پس ذهن این بچه هست نمیگه من سر میکنم نه من دارم مثال جمع میکنم تو سودت آره از دوبار من میتونم بگم از هر نگاه کنید یه لحظه دوربین نمیبینی دوره تو آشپز برنامه دیگه اینجا داره پخش میشه اینی که اینی که ایمان میگه خب خیلی بستگی به اون 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 جمعیت شنوندگانی که دارن اونا میشنون هم داره یعنی مثلا تو این جوکر رو میگی مثلا اینی که میگن هنرمند وقت رو دیگه تمام میکنه میذاره بقیه هرکی کی برداشت خودشو میکنه بعد نمیدونم حالا اون مسئول هشتگ امیر تتلو آره خب این بحثو شروع نکن ایمان ببین بعد مثلا میگی جوک مثلا ما چرا دبیرستان پسرنامون پسرا اینقدر متفاوت فکر میکنن راجع به دخترا چه شکلی فکر یعنی چی من چجوری آها این دیگه بهش کافی پسرا رو دیگه چه ما دیدیم شما چه جوری دیدی آخه اینا که ندیدن من دیدم چیه منظور چیه متفاوت فکر می‌کنن؟ خیلی خوب طرز فکرشون به دختر خوب خیلی متفاوته یعنی به عنوان برابر فکر نمی‌کنن دیدشون باشه کاملا حالا من یه دورم قبلا تو پادکست رو زده های. بودم زمانی که ما پیش دانشگاهی بودیم خب داشتیم درس میخونیم بریم کنکور کذایی رو بدیم و خب رقابت سنگین و بعد ها. معلم های ما هم خیلی وقتا مشترک بودن بین حالا مدرسه ما و دخترونه مدرسه ما یا حالا. جاهای دیگه این خود این معلم هیزم تو این آتیش می اومدن حالا ما رشنم ریاضی بود می اومدن می گفتن که به اشتباه حالا شما پسرها مثلا بهترید اونا به اندازه شما باهوش نیستن و این دقیقا همون نهالیه که شما نه حرفش از شز... نه اینا میخواستن اینا رو مثلا یه هول بدن موتیویت. جلو یعنی مثلا موتیویت نه. و این تاثیر میذاشت تو ذهنیت ما همینو می گفتن. شاید همین رو میگفتن شاید می برعکسش <applause> بعد همین بعد ما میرفت من تجربه شخصی من رفتم دانشگاه من باهوش تری آدمی که تو زندگیم تا این لحظه دیدم مثلا یه دختر هم دوره <applause> <یه> ما بود <تصفيق> <تصفيق> که اصلا یه سطح دیگه این آدم هوش داشت و خب اون نظام آموزشی اون نگاه از بالاست که مشکل داره که اجازه میده یه معلم به خودش بیاد مثلا یه همچون حرفی رو توی مدرسه پسرونه بزنه ببین به نظر من همین جوک و ایمان گفت میخوام به اون جوکه کنسل شدی کنسل شدی ببین مثلا جوک خیلی از جوکر رو گوش میدی حالا مثلا یک هم جنسیتی میشه خب به نظر من اگه تو داری توی یه جوک میگی مثلا فلانی این کار کرد و یک خیلی فانیه و یه اصلا کودنه خب اون شخصیت مثلا زنه بعده. من مشکلی با این قضیه ندارم ولی اینکه تو مثلا جوک که در مورد رانندگی خانوما باشه این خیلی فرق میکنه تو کل زنا رو داری به عنوان یک کتگوری بهشون میخندی تا اینکه شخصیت جوک تو یه زن باشه با اینجاست که به نظر من مشکله نمیتواندار. یعنی تو پیش رو میگه یعنی پیش که تو بذاری که مثلا خانوما رانندگیشون بده در ساعتی که ممکنه هزار تا مرد باشه که مثلا یه جوک میسازن آره راجبه پیشفرز... مشکل مثلا تو به عنوان این قضیه خانوما رو بکنی کلش رو بکنی یه جوک با اینکه به یه خانوم بخند یعنی تو, یعنی تو نظرت اینه که اگه که هست مثلا بگم فلان خانوم خیلی رانندگیش بده نا تا اینکه نه نا جمع نباید ببندی دیگه. دیگه. دیگه نمیتونی بگی مثلا جزیز همه یه خانوم شخص رو ببرم زیر سوال ببین, <تصفح> ببین یه, شخص ببین یه شخص میتونه قاتل باشه دوز باشه کمدی باشه همه چی باشه درسته. خب؟ ولی نمیتونه همه مردا باشه یا همه زنا باشه بله <تصفح> 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 <تصف درست و حالا اون قضیه جوک و اینا رو میگید یه وقتی میشه خب به تفاوت اشاره کرد کاری که کامدین میکن خیلی خوشگل میکنن مثلا راجبه نژاد و اینا مثلا راجبه خانواده های ایرانی که مهاجرت کردن مادر در چه انتظاری از بچه ها دارن دیدی همیشه رو اینا مانوف میدن خیلی هم قشنگه نمیاد مسخره کنه اینا رو داره تفاوتش مثلا با خانواده سفید پوستی که اینجا میگه یا مثلا راجبه چون تفاوت خانم آقا مدل توجه پدرها به بچه ها. با مادرها به بچه ها میتونی تفاوت رو بگی نه اینکه مثلا از قبل پیش فرض ایجاد کنی و قضاوت کنی درسته جو و دوست چه کسی کن <تصفح> حالا بعد بعد از این زبط یه چند تا ببینیم کنسل میشی یا نه بس شما <تصفح> <تصفح> آره دیگه چی دیگه آره یه زرم که من داشتم بهش فکر میکردم آره ببینیم مثاله مثال چی داریم اون حالا ناخودگاه ما قبلا من خود من راجبش تو پادکست صحبتشو کردیم از دوور میخوام بگم شما هم کامل هم کنید مثلا راجع کنید پسرا ما قبلا صحبتش رو کرده بودیم پسرا مثلا انتظار دارن که توی زندگیشون همه کار بکنن ولی به موقع مثلا ازدواج که میرسه دنبال یه دختری باشن که اصطلاح فارسی میگن آفتاب نه مهتاب ندیده مفتاب هم که اینو ما گفتیم اولا که امکانش نیست دیگه شما تو کل زندگیتون یه کارایی بکنی بالاخره از همون جامعه قراری بری کسی رو پیدا کنی <بس> 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 و این اصلا میتونی بری خارج کاراتو بکنه بیا یا دخترت هم سن ازدواج فاطمه زهرا بعد ازدواج کرد کلان پلنگ آره این یکی از این یکی از تفکراتی که شاید حالا ما مردم خیلی بهش آگاه نیستیم از کجا داریم میاد چرا ما انتظار داریم که مثلا خودمون همه کار بکنیم بقیه هر کاری نکنن و اصلا این از کجا میاد که اون انجام دادن اون کارا مثلا کسر شنه اینا چیزای فرهنگه اینا چیزای مرد سالارانه است که کردن توی مغز ما و وجود خارجی هم لزومی نداره مثلا دخترش شکستنی ولی پسرا مثلا اوکی شمشیر و نمیدونم فلان و دخترا باز کنن ببین این یعنی همه چی بود شعر تو مهد کودک برا آره تو مهد بزنی میترکن پسرا شیرن مثل شمشیر قدیم دوره پسرا مثل طول موقعی که صورت صوت نمیرسه فاصله <applause> اینو میشه ای باید یه باید دیگه بار دیگه بخونی بله <applause> بله یه بار دیگه میشه بخونی میگن پسرا شیرن <applause> مثل شمشیرن <applause> دخترها بادکنکن دست می <applause> بزنی می ترکن آره اینا بچگی تو مهد کودک یاد می ما تو مهد کودک میشستیم دوره هم بعد این بود که پسر برن دوره هم مثلا دنبال کنن هم میگن ما هم نشستیم دخترها بادکنکن دست بزنی می یکی دیگه هم دخترها پنیرن دست بزنی میمیرن پسرها شیرن <تصفح> مثل شمشیر یه مدل دیگه بود ما می گفتین دخترا شیرن مثل شمشیرن پسرا موشن مثل خرگوشن این اصلا جنسیت وارد آره چهار سالت تو میگه خب پسره میتونه پس این کار بکنه من نمیتونم میدونی؟ مشکل از همون چهار سالگی ما شروع میشه اینا با همه میره تو ناخداگاه یه مثال اونوری هم بزنم اون فقط مثال بزن دیگه چون این ولی خیلی مثال آره ما یادم دانشگاه که بودیم نشسته بودیم توی جمعی بعد یکی از دختره جمع داشت میگفتش که آره مثلا من دبیرستان که بودم به دوستان میگفتم که من هیچ وقت ازدواج نمی کنم مگر اینکه به استقلال مالی رسیده باشم وضع مالیم خوب شده باشه بعد میگفت تمام دوستای من توی دبیرستان منو مسخره میکردن که وضع مالی خوب برای پسر پسر که وضع مالیش خوب شد میاد ازدواج میکنه تول نیازی نداری پول داشته این دوباره یه چیز پس ذهن ماها yeah. رفته که آره خب پسر بابا ازش خوب باشه دختر حالا اصلا مهم نیست تو هر شرایطی باشه در که اگه بحث استقلال دو طرف میتونن مستقل باشن اینو توی خانواده های من مامان من هر موقع میگه میگه که بعد بری پولات رو جمع میخوای کنی میخوای ازدواج کنی شما باید چیز کنی بعد استقلال مالی داشته <applause> باشی بتونی <applause> پروواید بکنی چرا نتونی دختر من چرا دختر نکنه همون کاری که من میکنم یه نفر دیگه هم بکنه دیگه درسته ولی در عین حال یه دختر چرا خیلی دوره یه دختر باید این آزادی هم داشته باشه دیگه بخواد همچین که لایف استایل انتخاب بکنه که شوهر پولداری داشته باشه بخواد زن خاندار باشه یعنی این نباید توسط مثلا حالا جامعه فمینیست مثلا تو سرش بخوری یا مثلا بگن آخه ببین نکته بگو شده آره یعنی میگم این آزادی هم در این حال باید داشته باشه یعنی دوست که چیز... تو میگی این آزادی رو داشته باشه کسی که یه همچین سبک زندگی رو انتخاب میکنه آیا آزاده؟ واقعا بر مبنای حالا نیازهای شخصی خودشه علایق خودشه یا یه چیزی که از بیرون بهش القا شده من نمیدونم الان مثلا تو نسل ما کسی هست که واقعا دوست داشته باشه خانه نشین باشه واقعا من میشه خانه دار باشه من واقعا کسایی رو میشناسم که خیلی دوست دارن آدم پولدار پیدا کنن ازدواج کنن برن خونه بشینن برن برن یوگا بعد بر مثلا برگردن واقعا هم نسلی های ما دختری هست که دوست داشته باشه کار نکنه آره. اصل پایین آره. آره. آقا پسرم خیلی هست بشینه خونه فیفا بزنه آره زن پولدار میخواد آره ببین من چیزی چرا خودش چرا مادر زن نمیتونه پولدار باشه مادر زن نمیتونه باشه مادر زن پولدار ببین یه این چیزا رو قشنگ درست میگی من خودمم وقتی که با بعضی از دوستام که حرف میزنم و اینو این مساله رو میبینم اصلا میمونم که مثلا تو, تو که تحصیلات تو داری خب میتونی بر خود پرووایت کنی چرا هنوز برمیگرد چرا هنوز دنبال یه مثلا همچین کسی هستی که بر تو پروواید کنه ولی بازم به نظرم خیلی برمیگرده به ببین چیزایی که شن... بزرگ در شدی. ببین مثلا تو ایران من خودم یادم یه زمانی مثلا همه دختر خاله ها داشتن ازدواج می کردن اینجوری بود که مثلا هزار تا سکه باید مهریه باشه خب بعد مثلا من خودم اون موقع درآمد داشتم شاید درآمدم از خیلی از پسرهای و هم بیشتر بود خب ولی با وجود این واقعیتش رو میگم مثلا به ذهنم نبودش که چرا مثلا خب اینجوری بودش که خب این مثلا رسم هوکرز مثلا مثلا که مهم نیست و اینا بعدا که خب خیلی یاد دیدم که واقعا به خاطر مهریه مثلا داغون شدن و اینا اینجوری بودم که اوکی مهریه اصلا چیز میگن عادلانه نیست بر آقایون خب ولی از یه طرف دوباره میای میبینی خب تو ایران مهریه رو نداشته باشی خب چه حقوقی بهت دادن شیربه ها نه شیربه ها رو که ولش کن ولی مثلا تو فکر کن اینجا تو اگه از یه نفر جداشی حالا معمولا اگه چند سال با هم باشید نصف, نصف پراپرتی مال تو آیا تو ایران همچین حقی هست نه خب پس برست. آپشن دیگه ای نمیده مثلا یعنی شما میگی قانون هم باید حمایت قانون هم باشه آه. مثلا تو اگه خانم بگه اوکی خانم خانه داره که تو ایران هم کم نیستن دیگه خب همه پول آقا در برده اونم الان میگه خونه مال خودمه به اسم خودمه به هیچ وجه تو نمیتونی ازش کما که من مثلا دیده بودم کسی که حتی مثلا رفت حتی برای مهدیه مثلا رفت خونه و ماشین زد به اسم خواهر برادرش که حتی اونم نتو خب قانون حمایت نمیکنه و تو اگه بخوای زندان همان همان ولی آره خب آره ولی خب از اون ولی... سوال آره بپر... حالا به نظر این عادلانه است که مثلا فکر کن یه زن خانه‌دار بوده مرد رفته همه کارا رو کرده از هم جدا میشن نصف پول میرسه به زنه. آره به نظرم عادلانه چرا به خاطری که ببین تو توی زندگی دو نفر زندگی رو شیر میکنن دیگه یه نفر که خونه داره داره زندگی شد تایمش رو فدای خونه داری میکنه نمیگم مثلا حالا اگه یه نفر دو یه زن و شوهرن کار خاصی هم نمیکنه ولی یه موقع ببین یه نفر سه تا بچه رو بزرگ کرده الان مردم ننی میگیرن پول میدن یکی بیاد خونه رو جمع جور کنه جارو کنه خانومه داره همون کار رو فری میکنه بدون پول خب یه نقشی تو این زندگی داره دیگه آقا اگه کسی براش غذا نپزه میتونه بره صبح تا شب کار کنه بعد بیاد لباس اوتو شده بپوشه خب این یه یه کانتریبیوشنی هست دیگه مشارکت بس. یه مشارکتیه حالا که که اینجا خیلی هستن که استی هم دده آقا هم میمونه خونه خب نه نه اگه اونم باشه از اون برم دیگه اونم دیگه در زمانی که به نظر من دوتاشون به این قضیه یعنی واقع باشه اینجوری بوده که ببین تو زندگی رو شرم کنی با یه نفر بعضی خیلی نکته خوبی رو اشاره کرد یعنی خود قانون هم باید حمایت کنه من موافق قانون اینجا هم که وقتی که حالا با هم زندگی میکنی شما تصمیم گرفتی زندگی رو نصف کنی حالا اون زمان میشه انرژی میشه پول هم جزء اونه دیگه بالاخره پرینافی که بعد شده. آره حالا اونم حالا آره یه سری اه. چیز خاص داره که خیله. پریناب یه قراردادی که می‌بندن که اگر که تا موقعی که قبل از ازدواج هر چی دارن برای خودشونه هر ازدواج کردن از اون به بعد نصف میشه الان طرف... سر... میلیاردر نیست اینجا بیسوس. بیزوس بیزوس ازش جدا شد نصفشو نگرفت سی بیلیون گرفت خیلی هرس خوردم سر نه ولی تحلیلش جاله نمش... بود خونه اینو کرد جف عطا فوی پلاستیکی نه اینم اینم هم تفکر اشتباهی که ما ما که خانومه اینو نکرد جف بیز ببین ولی حالا تحلیل شاله بود همینطور اوتو میزده <applause> و نوشته بود اورم روحی یه داس تاپورت روحی میکرده ببین نوشته بود انقدر این خانم باهوش بود که میدونسه فرقی بین 3 بیلیون یعنی 3 میلیارد دلار و 40 مثلا میلیارد دلار و 5 میلیارد دلار نیست بل. واقعا هم نیست نمیارزه با کلی وکیل و اینا میرفته میگرفته نمیارزه آره ولی قانون باید حمایت کنه این نکته جالبی بود ولی خب همون قضیه حالا شما فرض کن که قانون حمایت کنه باز به نظرت منطقیه که دختری مثلا به مهریه فکر من کنه من اصلا به نظرم مهریه نه اصلا چیز عادلانه نیست من نظر خودم چون ما نظر اون همینه فکر کنم هم کاری م... برای زنی که واقعا حالا یکی که خودش مستقل اینا رو نگاه نکن ولی واقعا یه خانومی که خودش هیچ درآمدی نداره همیشه چشمش به همسرش بوده بعد مثلا همسر کار داغون بکنه چیکار کنه تو ایران آره دیگه همون ایران جدا ولی سر... میگیم آره. جایی که قانون حمایت, کنه حمایت کنه 100 درصد برای چی میخوای اصلا تو محیر. آره به نظر من منطقی نیست خرید فروش نیست که آره آخه چشمش به همسرش اصلا بوده داری مگه بیرون از ایران یعنی میتونی بذاری میتونی بذاری یعنی تو کانترکت میبندی قرارداد میبندی من برای یارو میخوام من پول بدم هوای بیرون دید چقدر من فکر کنم برف داره میاد یکم آره یه ذره برف دور کم شد یعنی دوربینا خوب میگیره نه نه میگه دوربینا رو میگه خوب میگیره میگه که وقتی آفتاب میزنه بارون میاد آفتاب میزنه بیرون بدون شیطونه داره بچه میزد برید خونه اینو از کجا در موردیم واقعا گرگ داره بچه میگه آها امود سنتان. آهنگ سندیه این آه شیطون من بچه میزد بله. اسم سند اگه آب جوشم رو زنگ برزید, <تصفح> برزید بچه های شیطون رو میکنید اینا رو تو شهر سند رو جنه چمی چوخه بکنید خب ادامه بده مثال بزنید دیگه مثال نداری؟ یه هو به خودتون اومدید دیدید که اوه من شما چه آدم گفتید چه نگاه جنسیت زده ای داشتم خودم نگاه جنسیت زده آها چرا؟ من یکی رو میشناسم اینجا هست کاناداییه خب و خانوم سلام <applause> خانومش خونه داره خب و آقا هم چند تا بچه هم دارن و مثلا آقای میگفت آره من همیشه صبحونه رو من آماده میکنم و من اینطور بودم نگاه زن خونه داره و مثلا آقای داره همه که باز کارهایی عالم کارهای خونه رو میکنه خب دیگه تو خونه داره که طرف داره کار میکنه پول داره بعد خودم اینطور بودم که خب داره یه کارهای دیگه میکنه فقط این نیست که حال دیگه کل خونه با تو باشه میدونی همون لحظه بود که از خواب خرگوشی بیدار شدم و فهمیدم نگاه جنسی آره ولی خب از طرف خودم و کم تو ذهنمه که مثلا اینجا بودم که نگاه من مثلا دارم میگم خانما نمیتونن ولی یادم تو دانشگاه یه بار داشتم با دوستم راه میرفتم بدونم چی شدی گفت مثل خدایی دیگه پسر بهتر از ما میفهمن دیگه اینا این دختری نرفو میزد دختری نرفو بودم چی اصلا تو واقعا اینو داری باور میکنی یا مثلا تو داری به این فکر میکنی تو ذهنم واقعا یه لحظه اصلا چیز شد خورد شد اون فکری که داشتم یا یکی دیگه مثلا ببخشید یه لحظه چون من میکر... هدفون ندارم نمیشتم درست گفت پسرا بهتر از ما میفهمن آره. یعنی تو درس و اینا رو... یا کلا هوش اجتماعی مثلا آها آها آه. آره. یا مثلا یه فکری که خیلی قبولش هم داشتم میگفت مثلا خب اینا همه توی حرفایی که توی بحثایی اصلا بی رفت یه همیادا. گفت مثلا خب خانما یه هفته توی یه ماه حالشون خوب نیست دیگه میدونی؟ بعد اون واقعا میشکنته دیگه میگه تو مثلا تو الگوی منی یا تو آدمی هست که من به نگاه میکنم بعد تو این فکر رو داری اون لحظه ها خیلی برام سخته این نگاهو توی بیزنس هم دارن دیگه خانم‌ها حالا چون یه مدتی بچه دار میشن بالاخره زمانی م. که استخدام هستن بچه دار دو طرف است مردم بچه دار آره ولی خود توی بیزنس به این قضیه نگاه میکنن و میدونن حالا سوداوری مثلا کارمند خانم م. کمتر از کارمند آقا میتونه باشه بیزی بگم من کیک باکسینگ که میرفتم اوایل اینطوری بود که خب مثلا موقعی که میخواین تمرین بکنین اینا خب هم پسر هستم هم دختر اینا و به مراتب مثلا آرومتر حرکت ها رو میزدم اگر که پارتنر من دختر بود و یه دفعه پیش آقای خنجاری بودم و اینا قرار بود که اسپار بکنیم اسپار کردن اینه که تقریبا فایت ولی خب با تمام پروتکتیو گیری که وجود داره تمام اینا آره همه چی هست و این خانم دختری یه جوری منو زد دختر یه جوری منو زد که خیلی مون توی آدم شدی تو واقعا فهمیدم که خیلی مثلا من بعضی موقع مثلا دست کم میگیرم به خاطر اینکه مثلا جسه نحیف تری داره مثلا احساس میکنم اگه که مثلا به من موش بزنه اتفاق مثلا خاصی نمیفته ولی افتاد. اون موقع بود که زد توی لبم پاره شد داره بین خودم باشه کسی نگه اتضافه... داره ولی دمشکم از اون موقع است که دیگه هر میاد یه مثال دیگه من بگم سر قضیه مهاجرت بچه که حالا تو سن کم تنها مهاجرت میکنن این هم بابه که مثلا یه سری خانواده باور دارن که دخترشون مثلا تنها نباید مهاجرت کنه باید ازدواج کنه مهاجرت کنه ولی پسر که بره هر کاری دلش میخواد بکنه من چیه همینه مشاوره محاش... مهاجرت تنها چیز نیست مهاجرت مشاوره تامینی مشاوره تامینی آخه واقعا وقتی تو بچه باشی یعنی تو خونه باشی باشه که داداش باشه قشنگ می‌بینی قشنگ حس می‌کنی تازه مثلا من خانواده خیلی اوپنتر بودن خیلی مثلا اوکی okay بودن ولی مثلا داداشم تا دوازده اجازه داشت باشه بیرون یا یک مثلا دیرتر میمد اوکی مثلا تازه رسیدی خب خوش گذشت به مثلا نیم ساعت دیرتر چی شد کجا بودی <تصحیح> اونم باز <تصحیح> از همون نبوده، حالا قانون نشأت میگیره اینکه حالا نگاه جامعه چه یعنی لزوما به خانواده ها نمیشه خورده نم. تو خانواده ما خیلی برابر بود همه تا قبل از غروب آفتاب بود و این خیلی چیز بود اصلا در ساعت خاصی نداشت دیگه اصلا قبل از غروب آفتاب کاملا بره پایین یا مثلا داره میره پایین باید <applause> <applause> دیگه باید خونه من یادم این سری که ایران بودم توی آسانسور همسایه همون دیدم آقای خانوم بودن خانومه چرا تو فکر یعنی من مشکلم باید خب خانومه همسایه دیگه حالا بعد ایشون داشتن با گفتن خب میدونستن مثلا من مهاجرت کردم و اینا بعد داشت میگفتش که دختر منم آره مهاجرت مهاجرت کرده رفته استرالیا اونجا مثلا شغل خوبی هم داره اینا ولی داشتش میگفت آره برای اون سختره بعد من گفتم که چرا برای اون سختره گفت واخه خب تنهاست گفتم خب تنها چرا باشه چرا باید سخت در باشه گفت نه دیگه دختره بعد دیگه رسیدم پایین دیگه <تصح> آره من دیگه نمیتونستم ادامه بدم ولی خب این میبینی توی پس ذهنشون بود که خب اون دختر تنهاست باید از تو پسر تنها سختتر باشه براش ولی خب من حالا میخواستم بگم داستان مفصلش برای یه بار دیگه ولی من خودم مثلا 18 سالم که بود تنهایی از خانواده رفتم از ایران بعد اون موقع یادمی که خب که حالا چون خانواده هم بزرگ شدم که باز تفاوت دختر پسر بودا ولی به اندازه کافی هم به همون حالا بها دادم و اعتماد آزادی. به نفسی که آره تو خودت میتونی و مشکلی هم خب نداشتم دیگه ولی یادم اون موقع مثلا یه دوستی داشتم که اون دیگه سنش از بالاتر بود حالا وقت ازدواجش بود مثلا چند بار اینو گفت که مثلا گفتن این دختر خارج رفت است مثلا آره دختری احنا. که تنها خارج بوده نمیشه به درد ازدواج نمیخوره به خاطر همین جور چیزا ولی خب مردا پسرا هم چیزی ندارن و نه خب از دید فرهنگی میاد خیلی وقتا ما خود خانوما هم مشکلن یعنی از خودمونم میاد از ما، مادرا اون،, اون چیزی که حالا تو ذهن ما کردن و بعد دقیقا خاصی به دو طرف اشاره اون کنیم اصلا که چقدر روشن فکر بوده با آخر اون ذهنشون یه چیزایی هست مثلا من دوزنش. یادمه میرفتم نمیدونم راهنمای بودم دبیرستان بودم میخواستم برم مثلا گوشم رو دو تا سوراخ کنم خب دو تا فقط آره مثلا می‌خواستم دو تا سوراخ دو سه تا سوراخ بزنم به گوشم ببین الان شو سه تا شما بعدا میری با پنج تا سوراخ این تا سوراخ یه چند تا باشه تو نظر عددش رو درست بگید <applause> یکی دو تا سه تا آره بعد اینجوری بود که مثلا قشنگ شنیدم ها. یکی میگفتش که یه خانومه میگفت مثلا نه این کارو نکن و این حالا فردا اگه بزرگ شد شوهرت خوشش من یعنی چی مثلا من الان 13 سالم الان باید یه کاری کنم نسانی. که توی سی سالگی مثلا شوهرم بیاد مثلا اینو مثلا تو از یه خانم میشنوی و با همچی الگوهایی بزرگ میشی و فکر کنم یکی از دردناکترین چیزها دقیقا همینه توی جوام سنتی که خانوما تا اینکه سنشون بره بالا و به یه حالا جایی اج توی اجتماع نرسن اصلا حق و حقوق خوش نمیدونن با. نمیدونی که مثلا چرا به من میگن این, سا... این ساعت تو خونه باش ولی داداشت نباشه یا مثلا چرا اینو نپوش فراد نظر تو چیه؟ <تصفح> در بابا نور خیلی شدتش داره خیلی داره اذیت بکنه نور کسایی که حالا یوتیوبو رو بعدم میبینن ما با ثانیه ای باید تردیم من پشت دوربین دارم عرق میریزم بودو بودو حالا من نه عرق به خاطر شیرنی زیادیه که خوردی نصفه یه سوال بپرسم بفرمایید اینکه آگاه باشیم به تفاوت زن و مرد چی یعنی اصلا زن و مرد به نظر تو با هم دیگه تفاوتی دارن یا اصلا تفاوتی آره تفاوت یعنی از لحاظ ذهن دو، از تکامل مغز هم متفاوتن دیگه کیمستری مغزشون متفاوته این علم ثابت کرده اینو دیگه این نمیدونی ای یه جوری سر تکون وقتی... حرفش رو بزن وقتی که حرف راجع به برابری زن و مرد حرف میزنی خب برابری حقوقیه حرف برابری حقوقیه نه اینکه تو نمیده. مثلا تو چه می‌دونم مردا با زنا شنا کنن توی مسابقه خب اف کورس که فیزیکت فرق میکنه. مشخصه که آره باید فرق می‌کنه خب و ولی برابری حقوقی به نظر من آره باید باشه و no. برابرن اون در که درصد از لحاظ اینکه میگی ب... متفاوتن اتفاقا یه یه چیزی من خونده بودم که حالا یکی از اپیزودهای آینده‌مون هم راجبش هست اینکه که راجب زریب احساسی بود زریب هیجانی مثل IQ هست EQ Emotional خب. ام. یا حالا Emotional که خب ببین دقیقا نشون میده یعنی تحقیق نشون داده که خانوما و آقایون که چون چهار تا اصل داره میانگین خانوما تو دوتاش بهترن یعنی average بالاتر از آقایونن و آقایون تو دو تای دیگه درست خب این میگه چی میگه آره حرفی که تو میگی یه سری چیزا متفاوته اما اومدن نشون دادن توی ده درصد بالای افرادی که حالا مدیر بودن یا چیز یه جای خوبی نشسته بودن دیدن تو اونا هیچ فرق نمیکنه آقا یعنی برترها ولی اون توی ده درصد خیلی پاپ اون... دیگه آره, 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 من دارم بقیه جامعه رو من دارم آره. مثال آره. میزنم شاید همه تون تو ده درصد متفاوتن خب ولی تو در نظر بگیر از چهار تا بیسیک چهار تا اصلی که اموشنال کوشنت حساب میشه تو دو تاش خانوم ها بهترن تو دو درست. تاش آقایون متفاوتن خوب. ولی این خیلی وقتا به ضرر خانوم ها تمام میشه نه نه من نمیگم به ضرر یا به سودی یه نفر باشه من میگم به این میتونیم آگاه باشیم آخوست. که این دو این دو تا موجودی که وجود دارن با هم دیگه متفاوته متفاوت خیلی حالا یه اصراری که حالا از خیلی از بانوان من میبینم اینه که میخوان ثابت کنن که نه توی همه چی ما برابریم و خب اون اشتباه دیگه فکر نکنه همچین دیدگاهی هم باشه همیشه صحبت بر به خاطر حقوقه نه به خاطر قابلیت قابلیت هم تفاوت داره بحث آه. برتری یکی اکستریم همه جا هست ایمان مثلا بب. یه جنبش فمینیستی بود گفتن چرا خانوما ها تاپلس نیان بودن خیلی درست بوده ببین بود دیگه و میگفتن چطور که مثلا تو مسابقه دو آقایون بیان تاپلس خب الان تو بی سی توی استان بریتیش کلمبیا میتونن کار بکنن خب من هم قانون هم ایه... یعنی حمایتشون میکنه خب این یه حمایته خب ولی تو ببین چند درصد از خانوما ها اصلا به همچین چیزی نیاز دارن و چقدر اصلا فکر نیاز خانما باشه با همین نیاز آقایون بیشتر پس اون بخشی که توی همیشه یه بخش چی میگن اکستریم افراتی افراتی رو داری خب که حالا خیلی هم شاید اصلا ب... به نفع اکثریت جامعه نباشه و خب هست دیگه به نظرانم اون که میگی متفاوت فکر میکنن راهای رسیدن به یه چیزی راه های متفاوتی میتونه باشه ولی میرسن به اونجا خب مثلا یه چیز جالبی که هست میدونم خانم ها خیلی وقتا با حرف زدن به هم خیلی چیزا میتونن تحلیل کنن و یاد بگیرن که متفاوت میتونه باشه تا آقایون خب ولی خب بعضی وقتا هم اسکیلای که خانم ها دارن که توش خیلی هم قوی ترن توانایی های. توانایی که سافت آره skill محسوب میشه خب در که عمومی و... آره بعدم این که مثلا همیشه که گفتیم مساوی بود مساوی بودن عدالت نیست یا برابری نیست یه مثال خیلی ساده مثلا ما یه موزه رفته بودیم خب دستشوی های خانوم ها به دستشوی آقایون بود آقایون مثلا می ما یه صف چل نفره وایساده بودن برای اینکه خب اون میزان برای زنان یک سان نیست دیگه برای اینکه خب آقایون استفاده از دستشویشون فرق میکنه با خانوم ولی خب وقتی اینجا برابریه برای ما نابرابره تو ایران برابره برابره برای اینکه شرط <تصفح> ما فرق میکنه خب این در نظر گرفته نمیشه چرا چون که جامعه رو مرد ساخته جامعه نیومده نیازهای خانوما رو نگاه کنه یا حتی یه مثال ساده تر مثلا خیلی از دستشوی های تازه کانادا فکر کنم اومده ولی هنوز من تو اروپا دیده بودم که اینطوری نبود چند تا کشورا چنجینگ تیبل یا همون جایی که بچه رو عوض می‌کنی تو دست زنونه تو زنونه ام. از حالا شاید پدری هم باشه که واقعا باز بچه‌ی تیکر یونو کنه و نمیتونه مثلا واقعا بچه‌رو رو روی رو 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 اینا همه نابه اینا یعنی عدالت نیست یعنی از هر دوبرش هست یا حتی یه جایی میخوندم که قلبای مصنوعی که ساخته میشه 85 درصد فیت برای آقایونه و 20 درصد فقط برای خانوما توی تتاکی هم میشنیدم که مثلا میگفت تا 2003 برای امنیت ماشین ها از ماکت های زن استفاده نمی‌کردن و خب خیلی تاثیر داره تو فکر کن میدونی یه سری از این چیزا حالا من اصلا ساپورت نمی‌کنم این حرفی که میخوام بزنم ولی می‌خوام بگم دلیلش چیه نگرش دیگر رو به خاطر اینه که اکثر این چیزایی که تو میگی مثلا دستشوی و موزه رو بر اساس یه دیسیژن یه تفکر بیزینسی ساخته شده اینی که مثلا 95 درصد کسایی که بچه عوض میکنن احتمالاً خانوم هم. برای همین من فقط این فسیلیتی رو برای خانوم ها و هزینه رو مثلا دیگه اونجا نمی کنم. یا مثلا م. اون فضا رو من از بین برم برای یه همچین چیزی یا مثلا شاید اون کسایی که میرن توی اون موزه مثلا اکثرا حالا میگن اگه عدالت و برابری تو ذهنش بوده باشه چنین شخصی این کار میکنه به نظر من یا مثلا حتی یه چیز سیمپل تر. مثلا ماموگرام خب یه دستگاهی که برای خانوم هاست برای مثلا سرطان و سینه و ایناست همه میگن اینو یه مرد ساخته چون هیچ زنی حاضر نیست که این دستگاهی رو استفاده کنه به خاطر اینکه خب خیلی سخته واقعا ام. به اینا میرسی یعنی بارها و بارها شده تو زندگی ام. یه چیز دیگه هم که هست راجب این بایاسا برای کسی که این بایاسا رو نمیبینه خیلی نامردیه سوگیری. <تصفح> این سوگیری ها خیلی نامرئی خب به چشم تو نمیان یا حتی به منی که عادت کردم بهش نمیاد به چشمم خب بعد رو... چون انقدر آدمم خب انسان... انسانی موجود باهوشه دیگه سریع ترن اراوند میکنی یعنی سریع ورک یا یه کار رویهشو عوض میکنه عوض میکنه و دقت نمیکنی نمی که بابا این الان بایاسه این الان اینجا به خاطر حتاس. اینه که این به خاطر این اینجاست که یکی مرتالاری کرده یا یه جور دیگه فکر کرده تازه حالا ما الان زن و مرد یه عالم جنسیت هم اون وسط که اونا دیگه اصلا هیچی خب یعنی اونا واقعا من نمیدونم چی کار میکنن مثلا که بچه های ترنس مثلا تو, تو دستشوی کجا میرن هم. بعضی از این رستوران ها هست تو ونکوور من دیدم که حالا طالب... مثلا بعضیشون آرم زن و مرد دارن بعضیشون نوشته هر کی دلش میخواد بره این هم. تو یعنی اصلا زن و مرد نکرده میگه هر کی دوست داره هر هر واقعا تو خودتو بذار جای پسری رنگین شد بچه پشت خودکست خود دادی همیشه پشت خودکست رنگین کمان همه برای کرده بودی ایمان برا رنگ... برا. <تصفح> برا رنگی برای رنگین کمان برای رنگین کمان چی میگن برای چی داره بچه میکنه این... اینو برای روز چی <تصفح> 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 <کی> داره بعد چه ادامه بدید نه ادامه بدید چه به دنیا تو فکر کن واقعا یه پسری باشی کبوتره اون دوست داری دختر باشی بارد. یا حالت زنونه داشته باشی من اصلا نمیتونم تصور کنم این پسر چجوری میره تو دست پسرونه یا یه دختر اصلا من دیدم و کمتر ریاکشن نشون ولی بعضی هم هستن که هاش نشون میدن مثلا این پسره کیه تو این دستشویه یا یه چیز اینطوری واقعا غیر قابل تصور هست باز باید به این که کلن این یک منشهش از یک دیزد ریسیستیه دیگه سیکسیستی. سیکسیستی. نه دیگه. گفت سکسیزم یک نوع ریسیزمه چون تو آه. یک گروه خاصی رو باره. بهش کمتر از یه جنسه. از من از جنس من یه شب دامون رسما نمیبینم چون نور تمرکز مرو یاسی ببین به نظر خیلی بچا قشنگ تو الان صحبت کرده اما فقط یه نکته هم اضافه کنم اصلا میشه هر موقع اینطوری که قشنگ صحبت کنم ولی, ولی یعنی هر وقت گفتم کارتون ساخت نه 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 میخوام بگم که یه مدل دیگه هم میشه اصلا به قضیه نگاه کرد اینکه ما واسه اینکه نشون بدیم چقدر ناعادلانه است کل این نگاه ها. اینه که اصلا منطقی نیست ما اساس و قیاس قضاوت رو بذاریم بر مبنای یه پدیده کاملا تصادفی که من و شما توش دخیل نیستیم استیم. مثل جنسیت مثلا اگه ما... ترشینو بخوری بچه جن... پسر نمیشه جنس ما هیچ کدوم ما انتخاب نکردیم که حالا مثلا من پسر باشم اون دختر باشه یا هر چیز دیگه ما توش دخیل نیستیم پس این منطقی نیستش که ما اساس قضاوت رو بذاریم بر مبنای این میار کما اینکه منطقی نیست اساس قضاوت رو بذاریم بر مبنای نشنالیتی ملیت بر مبنای نژادی که داری هیچ کدوم ما ها توی اینا دخیل نیستیم پس باید ساختار اون نظام یه طوری طراحی بشه که این مدل ها توش از بین بره چیزایی که ماها توش دخیل نیستیم باید طوری باشه که قضاوت بر مبنای میزان شایستگی باشه نه اینکه بر مبنای مسئله تصادفیتی واقعا من نمی‌بینم اینجورو میخوای چند تا چیز بگی؟ آره. جالب برامون بگی؟ والا جالبی که چهار، پنج هفته از فکر کنم داریم قضیه آه. ویروس و کووید و. اینا رو کاور میکنیم. میکنیم حالا در مورد اون ایمان یه داستان داره که این هفته و آره. واسش پیش من اومده من رفت من چند میخواستم برم بیمه ماشین رو تمدید بکنم بعد رفتم توی در واقع یکی از این کمپانیا، توی لانزل توی جایی که خیلی ایرانی است اون کلا اون شعبه هم همه ایرانی بودن تمام کسایی که اون تو کار میکردن و اکثر کسایی که مشتری هستن معمولا ایرانی هستن کسایی که میان تو واسه من بودم و داشتم با یه صحبت میکردم و چند نفر دیگه هم کنارم بودن و اینا یه آقای از در اومد تو گفت من با فلانی کار دارم اون طرف فلانی از پشت اومد و اینو میشناخ گفت ای مگه تو تازه از ایران نیومدی گفت چرا مگه نباید قرنطینه بشیم ببین اینو گفت قرنطینه کل آدما رفتن یه اینو این اونجا بود بعد شروع کردن دیگه تقریبا توهین و آقا چرا شما فرهنگتون نمیرسه و فلان و اینا ولی اصلا به یه جای خیلی شدیدی رسیده بود که آره دیگه طرف رفت مثلا کارش انجام نشده و خیلی هم اصرار داشت که با اون طرف ماچو بوسه کنه اقوه اقوه نمیخوام <applause> ویل کن ولی خب الان یه خیلی چیز اتفاق عجیبی داره میفته ایرانیا خب بهشون دیده بعد بود که الان دیگه بدتر هم شده توی جوامع خارجی متاسفانه به خاطر ویروس کرونا و کسایی که از ایرانیان باید 14 روز فکر میکنن خودشون رو قرنطینه بکنن اینطوری نیست که دولت اینا رو مثلا بفرسته مثلا یه جای به خصوص میگه برید خونه چهار روز نمی بیرون و اینا ولی خیلی ها متاسفانه حالا این کار رو انجام نمیدن به خاطر اینکه میگن علائمش رو ندارن ولی خب ویروس کرونا مثل که 14 تا 14 روز میتونه طول بکشه تا علائمش نشون داده بشه برای همین جالب اینجا دانشگاه هم ایمیل زدن به چیز من ایمیلی دانشگاهی دیدم بود اونایی که از ووهان چین میان و ایران <applause> دو هفته چیز کنم <applause> یعنی از شهر دیگه چین یه, کشور یه استان با یک کشور آره <applause> خب چین هم خیلی بزرگه آره ولی آره. خب چون مدیریت نشده ایران تمام شهراش دارن خرق توی چین متمرکز توی اون استان نه که استانای دیگه نداشته باشن دارن ولی با شدتی کم آره یه اتفاق دیگه هم که این هفته افتاد توی ونکوور یه حالا نمیدونم خانم آقایی توی سوپرمارکت ایرانی مثلا یه افتاده بعد خبر زدن نه تلگرام اومد که میام. یه افتاده خب به هر دلیل آدم میتونه نمیدونم قش کنه هر چی بشه که بیفته تو هر جایی بعد <applause> شما زیاد نیفتی نه, <applause> نه, من تا شنیدم گفتم اوکی خب شاید یه دی... یه چیز دیگه بوده و... ولی خب این خبرساز نشد و ایمانم میگفت مثلا که اون سوپر داره چیز میکنه زر سوپر مارکت فرهاد خبره تو نصف روز کلا هر ایرانی میگن همه دیدی فلان جا مثلا فلان افتاده گفتن نریم دیگه اون سوپر مارکت نه توی خانواده هم سر کار من از دو نفر من گرفتم بعد شب همون آن نمیدم چه روزی بود شبش توی فیسبوک توی حالا یه گروه جامعه تری هست که همه ایرانی هستن رو من هستن آره بعد نمیدونم صاحب یا مدیر اون فروشگاه اومده بودن یه بیانیه زده بودن که این کاملا اشتباه بوده کاملا کز بوده شایعه بوده داد نکنید آره و ما اصلا ورداشتیم شکایت کردیم از کسایی که این شایعه رو چیز کردن استارت زدن و آره در حال پیگیری هستیم ما از همون موقعی که اول اومد من گفتم میخوانیم بند خدا رو بزنن هم گفتم میخوان بزنن من چیز نگفتم ولی شایع نکنید دیگه الان آره، توی برهه حساسی برهه حساس کنونی واقعا نه آخه شایع بعد بعد چقدر جوک اومده در مورد کرونا واقعا دار نیست الان بچه شما ویدیو رو دیدید حالا من نمیدونم واقعا واقعا مال الانه ولی یه خانومه مثلا مریض انگار تو ایران بعد مردم رو میکشونه حالا به بحانه که من افتادم دور خودش بعد مثلا میکنه صرفه میکنه روشون یکی رو میبوسه بعید بدونم ببین آخه ماسک دارن مردم دو سه نفر اون اطراف ماسک دارن یعنی آه. بعید نیستش که مال الان باشه بعد میگفتم مثلا میخواد بقیه آلوده کنم دم. یه زمانی بود میگفتن طرف ایدز داره آره 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 آلوده, آلوده کنم من اینو شنیده بودم یادت یه عالمه مثلا داستانی بود که اومده تو شب می خونه... تو میذاره اومده شب مثلا خونه طرف بعد با رژ لب نوشته رو آینه من آره. ایدز داشتم آره تو تلفن تو تلفن ها که سکه مینداخته میگفتن میگفتن اونجا که سکه میندازین تیغ آلوده گذاشتن که دستتون یکی انگار این کارو کرده بود وغای. یکی که ایدز داشت ایران؟ بود نه ایران رو نمیدونم ولی در دنیا یکی آدم دیوونه زیاده ولی حالا این ویروس کرونا یه جوری که متاسفانه یه جور خیلی بدی توی ایران الان شیوع پیدا کرده و داره همه رو یه جورایی چیه تو مشکل چیه الان <تصفح> خود نمی بینیم دیگه 145 نفر متاسفانه فوت شدن تو ایران حالا تو ای لحظه این لحظه که ما 5800 نفرم دارن دره. کرونا چقدر سریع آره حالا یه دیگه هم که بود گفته بودن که آقای رئیس جمهور فرمودن که از تمام افراد درخواست میکنم که بیان توی فضای مجازی و اینا حالا بعضی ها به شوخی گرفتن ولی به نظر من کسایی که اینفلوئنسرن کسایی که کلی فالوور دارن و اینا به نظر حال شخصی من ممکن اشتباه باشه الان وقتشه که یه جورایی بک بکنن الان اون چیزی خودی که نشون آره بدن. خودشون نشون بدن کسایی که تو خونن واقعا حوصلهشون سر میره ام. دیگه یارو چقدر دیگه تلویزیون ایران ماهواره و اینا ببینه الان وقتش که کسایی که پادکست دارن کسایی که حالا تو اینستاگرام فعال هستن ویدیوهای خندار درست میکنن و اینا واقعا یه دستی به دست هم دیگه بدن یه سری کانتنت خوب تولید بشه که آدما بتونن بمونن تو خونه ایمان یه چیزی گفتی چیزی؟ تو یکی از اپیزود های قبل گفتی میمون میمون های مجازی که فقط آره. الان میمون ها آره واقعا من که نگاه میکنم حالا بقیه رو نمید. دیگه چی؟ اه... یه خبر خبر بود آره خبر بود در مورد کمپانی اپل بود که نمیذاره تو فیلم, فیلم هایی که نقش نخشه... منفی میخواد یکی بازی کنه پروداکت های آیفون حالا به خصوص استفاده بشه و لابی هایی که دارن با کمپانی های پروداکشن نمیذارن که نقشه منفی آیفون دست بگیرن این چیز جالب و برای من که چه قدرتی داره آقای اپل دید اینو تو نوا خیلی حرف جالبی زد گفت خب این خبرش اومده بیرون از اینجا بعد ما هر فیلمی رو که بریم ببینیم اگه اول فیلم یارو گوشی آیفون دستشه میفهمه که خب این شخصیت مثبته اسپویل <تصفح> <تصفح> میشه کل <تصفح> فیلم برای جزئیات بیشتری داشت حالا این خبره مثلا نوشته بود که خیلی اپل روی این قضیه حساسه که تو بهترین حالت نور اون اون شات گرفته بشه که اون حالا بیشتر اون دستگاه آیفون یا اون مک بوکی که داره استفاده میشه حالت خیلی زیبا یا حالت جلوه خیلی خوشگل داشته باشه اگه غیر از اون باشه خیلی از سریال ها فیلم ها بوده که مجبور شدن دوباره فیلم برداری انجام بدن که اون محصول اپل به بهترین شکلش نمایش داده بشه تو فیلم و کلا یه تیم خیلی عجیب غریبی داره اپل واسه این داستان برای همینه که توی تصویر نمیبینید وگرنه اپل زیاده <تصفح> <تصفح> دیگه دیدین که چسب میزنن تو بعضی فیلم آره آره تبلیغ. آره, آره. آره. رو رو تو ایران تمام چسب <تصفح> ماشین ها خورده هیچ ماشینی من تو هیچ فیلمی نهیدم مارک تشته باشه تازگی من دیدم جایدن... که فیلم رو دیگه نمیزنن چسب حالا یه همین دارن ولی میوزیک ویدیو رو دیدین چقدر تبلیغ میشه توی میوزیک ویدیو مثلا ده تا تبلیغ مثلا یعنی موبایلشو طرف گرفته دستش داره میچرخه تبلت باز میشه ما تو، دوستان دوستان. توی دبیرستان که بودیم اینجا یه درسی برداشته بودیم به نام مارکتینگ بعد معلمه برای ما یه دونه فیلم گذاشت مثلا یه ده دقیقه اول اسپایدرمن رو گذاشت و گفتش که تو این ده دقیقه اول به نظرتون چند تا تبلیغ شده مثلا هر کی مثلا ده دوازده تا در آورده بود شست و یکی تبلیغ کرده بودن شست و یکی مره. مارک مختلف توی ده دقیقه اول فیلم نشون داده شده بود که خب خیلی ها نایده بودن و دونه دونش رو برامون شمرد مثلا نشون داد گفت اینجا مثلا این اینو این بوده خیلی جالب بود باشد که دفعه بعدی که اومدیم یکی اپل براتون اومده باشه بلارت کنی یا برکست آره آره. آره آره. این هفته هم کی که گذشت تو کانادا یه لاتاری هست که مال کل کانادا هست لوتو مکس فکر کنم اسمش آخو. که جایزش هفته, 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 هفته که گذشت 70 میلیون بود یه پسر 22 ساله, ساله تو کبک که تو فروشگاه آی یکی از این سوپرمارکت‌های های کار میکرد این مسئول این بوده که مردم چیز میگیرن بذاره تو بگ کارش این بوده بنده خدا کیسه تو کیسه بعد روز قبلش چند قبل اینکه مغازه بسته بشه تیکت رو میخره همینطوری رندوم ببینه چی میشه فرداش میبره 70 میلیون هنوز هم اون کارو میکنن یا کویت کردن نه بعد جالبیش اینه زخ زنگ میزنه ما باباش ما باباش میگن ما حوصله نداریم اگه پرنج ما حوصله نداریم عکسشو بفرست که برن تراس نداشتن بیچاره شد رفت دیگه دیدی همه, همه اینا که لاتوی میبرن دوباره برمیگردن سر جای اولشون حالا یه چیزی من چند وقت پیش میخوندم یه خانواده بودن که اونا فکر کنم 20 میلیون برده بودن و اینا بعد یه ماه بعد اومده بودن جایزشون رو گرفته بودن بعد بهشون گفته بود چرا مثلا هر کسی میبره فردا مل... گفته بودش که ما یک ما نشستیم فکر کردیم و برنامه‌ریزی کردیم برای اولا پول و اینکه چیکار کنیم که این پول زندگی ما رو از هم نپاشه اشتباه با باهوش بود... بعد اومدیم بله بله وگرنه چند از این پرانک ها یکی بود دیدید مثلا به پسر پرانکش کردن که تو بردی بعد همونجا مثلا گند زد به دوست دخترش رو گفت و گفت تو اصلا لیاقت من در زندگی کشید بعد من دختری گریه میکنه میگو بابا دروغه میگفت نه دیگه شما به دوستاش هم ره گفتم برو آره دروغ را اینو ببین این من بهت قول میدم اینو پسرها چی داره دختره رو کنن دختره شد ولی خب تمام کنیم شما طرف دیگه نمون از روز زن بزنیم روز زن؟ <applause> نه ولی فکرم همه همون باید از خودمون شروع کنیم واقعا که این پیش رو از بین ببریم و واقعا هیچ لیمیتی برای کاری که خانم میتونن بکنن نیست و همیشه کنترل به خانم داده نمیشه گاهی خودت باید کنترل رو بگیری بسیار زیبا منم میخواستم فقط بگم که وقتی راجع به جنبش زنان اینا هی صحبت میکنن فمینیستی و اینجور چیزا چرا خوبه چرا مخربه من به نظرم یه نکته خیلی خیلی مهمه که باید تمرکز تمام این جنبش باشه و اونم اینه که به خانوما یکم یک قدرت بدن اونم بیشتر از همون دانش میاد و فکر کنم اگه خود, خود خانوما بتونن قدرت استقلال و دانش کافی داشته باشن دیگه مشکل حل میشه مرسی بچه کجا میتونم پیداتون بکنن؟ اینستاگرام آجیل پادکست توی همه اپلیکیشن هم که پادکست میتونیم گوش بدیم هستیم اسماشونو بگید بیشتر رو کست باکسی باکس همه جا هستیم کست باکس اپل پا پادکست سپاتیفای پادبین آره. گوگل ام. پادکست تو میتونین سرچمون کنین گوش بدین برین گوش بدین و براشون ریویو هم بذارین تو آیتونز همون قدی که به ما کمک میکنه به بچه های آجیل هم کمک میکنه اسممون هم هست آجیل آجیل ما توی تمام فضای مجازی اسم توی تلگرام،, توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما تاکس که میتونید اونجا برای ما های صوتی تصویریتون رو بفرستید ما هم هستیم ما حسن. میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ